سلام دوستان، در خدمتتون هستم برای یک فال احساسی. دوستان این فال من اسمشو میذارم بخچه احساسی. هر وقت که بتونم وقت کنم از تاروت بدون اینکه سوال بپرسیم ببینیم که در مورد زندگی احساسیمون چی میگه. ممکنه که عزیزانی باشن که کاملا بهشون بخوره یا اینکه اصلا بهشون نخوره. به هر حال این هدف از این فال این نیستش که سوالی بپرسیم جوابی بگیریم یا اینکه به طور کلی انتخاب بذارم. نه، من تاروت رو میریزم، ممکنه به شما بخوره، ببینیم کجا هستین یا اینکه امروز مال شما نباشه دوستان. خب عزیزان، من از چند اوراکل استفاده میکنم و همچنین از تاروت. قبل از هر چیزی دوستان، مثل همیشه خوش آمد میگم و دوستانی که تازه از کانال شدن خیلی خیلی خوش آمدین عزیزان و همچنین سپاس فراوان از شما دوستان یاران که هستین. تشکر منو بپذیرین برای کامنتاتون، برای لایکاتون. دوستان سخن کوتاه میکنم، میرم سراغ فال. همونجور که دیدین من زاویه فیلم برداری رو عوض کردم، امیدوارم که بهتون بخوره. خب من کارتای توصیه رو میذارم کنار، بریم ببینیم که خط انرژی مثل فالهای روزانه. دوستان یک خط انرژی بکشیم و اینکه ببینیم انرژی بهمون چی میگه در مورد مسائل احساسی موست. چه خبر هست؟ اولین کارتی که برای ما عزیزان، برای شما در اومد دوستان، کارت چهار آب هست. ببینید چهار آب حرف از این چی میزنه؟ چهار آب حرف از این میزنه که من در زندگی احساسی مسئولیتی وجود داره. من نه هیچ اتفاق خاصی نمیفته و اینکه ممکنه که تنها کاری که دارم میکنم این هستش که رویا پردازی میکنم یا منتظر هستم و یا اینکه خوشمودی به طور کلی من در زندگی احساسی در حال حاضر ندارم. همه چیز یک نواخته و اینکه اعتقاد دارم شاید دست غیب بیاد کمکم کنه. بریم ببینیم که کارتای بعدی چی بهمون میگن، جزئیات رو در مورد زندگی احساسمون برمون بگن. کارت بعدی دوستان نگاه کنین، کارت مرگ افتاده. خیالتون راحت باشه، هیچ کس نمیمیره دوستان. این کارت حرف از این میزنه که من تغییر و تحول بسیار بزرگی در زندگی احساسی من داره به وجود میاد. پس از این حالت یک نواختی و از این حالتی که اتفاق نمیافته تو زندگیم دارم خارج میشم، از این حالتی که حوصله‌ام سر رفته و من دوچار مسئولیتی هستم دارم خارج میشم. ببینید کارت‌های دیگه به چی میگن دوستان. کارت بعدی حرف از صحبت میزنه. پس صحبت افتاده. پس تغییر تحول بسیار بزرگی در مسئله صحبت کردن، در تکلم با شخصی به وجود داره میاد. یا اینکه من با اشخاصی من صحبت میکنم و این تغییر تحول در زندگی من به وجود میاد. ببین کارت دیگه چی میگن عزیزان، با هم دیگه نگاه کنیم ببینیم چه خبر میزنه. کارت بعدی باز هم حرف از چهار آب اینجا زد و همین کارت در آخر افتاد برای ما. پس من واقعا یک سری از شما عزیزان دوستان دچار مسئولیتی هستین در زندگی احساسیتون. خبر خوش پشت این کارت داره به ما میگه که عدالتی داره وارد زندگی میشه و همینجور که گفتم اینجا تغییر تحول بسیار بزرگی داره انجام میشه در زندگیتون. ولی یک سری از شما دوستان عزیز این هستش که شاید تغییر تحول دردناکی در زندگی احساسیتون به وجود اومده و الان در این انرژی مسئولیت دارین به سر میبرید. با هم دیگه بریم ببینیم که تاروت چه حرفی بهمون میزنه. همجور که من دارم بور میزنم شما لطف کنین که مخلوط میکنم، شما لطف کنین متمرکز بشین. دارم میبینم درگیری در مورد مسائل احساسیتون دوستان. این چه خبر هست؟ کارت چی بهمون میگه؟ خب خانم ملکه سکه افتاده و اینکه حرف از این میزنه که در حال حاضر عزیزانی هستن که ترجیح میدن به زندگی شخصیشون برسن. ببینیم باز هم مسئله این زوج الهی، زوجی که وجود داره یا وجود خواهد داشت و تعهدی که با شخصی ما خواهیم داشت، شخصی که دوستش داریم و جفت روحیمونه دوستان. ببینیم همجور که من بر میزنم دوستان توجه کنید به کارت. انرژی اصلی دوستان ببین شاه شمشیر برمید. شاه شمشیر حرف از این میزنه که به دنبال حقیقتی بودم و اینکه شاید با مسئله قطع کردم.
دوستان توجه کنید، این شب این چای شمشیر ممکنه حرف از این بزنه که مکالمه بین من یا شخص احساسی وجود نداره به طور کلی، یا یعنی که عزیزانی هستن که شاید شخص احساسی در زندگیشون نیست، به طور کلی مجرد هستن و به دنبال داستان جدیدی هستن، عزیزانی هستن که به طور کلی انگاری دارن منطقی فکر میکنن، میخوام ببینم حقیقت کجاست، چی درسته چی غلطه. به هر حال من فکر میکنم برای یک سری از شما عزیزان که تحول بزرگی در زندگی احساسیتون رخ داده، این هستش که شخصی هستش اونجا که از شما فاصله گرفته، چیز سردی هستش، مکالمه بین من وجود نداره، شاید در مکالمه رو روی من بسته، نه که به طور کلی سردی بین شما وجود داره. خب بریم ببینیم که کارت های دیگه چه حرفی به ما میزنن عزیزم. خب من اول کارت ها رو میچینم و بعد در موردشون صحبت میکنم. و کارت آخر خب بسا وقتی که من پشت کارت ها رو نگاه میکنم چی میبینم؟ میبینم که این شخصی هستش که واسطه و یک نوجوانی هستش و سکه در دست داره، حرف از سرباز سکه میزنه. سرباز سکه در اینجا برای من دوستان توجه کنین حرف از این میزنه که منتظر مسئله‌ای هستیم که به وجود بیاد، منتظر مکالمه‌ای هستم که به وجود بیاد، منتظر این هستم که پروژه‌هایی کم 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 سر راه من قرار بگیرن و اینکه مسائل جلو برن. انرژی جوانی هستش و این حرف از مکالمه میزنه و حرف از به وجود آوردن مسائل به صورت واقعی میزنه، ولی حرف مسئله‌ای که هستش اینجا این شخص محترم بسیار جوان هست و بسیار نوپا و مسائل بسیار یواش و حلزونی پیش میرن. من این ستا کارت دارم اینجا میچینم، ستایی که از این آخر از روی کارت در آوردم براتون میچینم و هر جایی که احتیاج باشه میریم و توضیحی میدیم در مورد با کارت های دیگه، کارت دیگه براتون میکشم دوستان. خب توجه کنین اینجا عزیزانی هستین که در حال حاضر ببینین شخص اشخاصی هستین، دوستانی هستین که برای شما منتظر این هستیم که اتفاق خوبی بهتون گفتم روی زندگیتون بیفته. خانم امپراتریس افتاده، توانا قدرتتون رو دارین به دست میارین عزیزان و اینکه خودتون آبستن خودتون هستین، جذبه دارین و اینکه دارین اعتماد به نفستون رو به دست میارین. برای چی؟ برای که یک شروع دوباره داشته باشم توی زندگی، برای که میخوام از صفر شروع کنم، برای که اینجا من دارم چیکار میکنم، اون فراوانی که در زندگی من شاید نبود، اینجا حال من بد بود، دارم به دست میارم. پس مسئله که در قلب شما هست دوستان حرف از این میزنه که من چگونه جذابیت خودم رو به دست بیارم، من چگونه فراوانی که از زندگیم رفته به دست بیارم، و حتی حرف از مکالمه هم ممکنه بزنه، ممکنه که من ببینم به دنبال راه حل هستم، به فکر این هستم نقشه بکشم چگونه من بتونم چیکار کنم، مکالمه ای را بندازم و چگونه من بتونم یک شروع دوباره داشته باشم توی زندگی، حالا با شخصی که مورد نظرم هست یا بدون اون شخص. به هر حال مسئله که در فکر شما هست قدرتمند شدن شما دوستان، جذابیتم رو به دست میگیرم، مسائلی که در سر من هستن اوکی کافی، حالا میخوام اقدام کنم و یک شروعی از اول باشه باشم، خودم رو شاید از جایی بکنم به جای دیگه بخوام برم، و یا اینکه به طور کلی با اون شخصی که در نظر دارم یک شروع دوباره داشته باشم دوستان. مسئله اینجا هستش که ببینید مسائل در زندگی شما دوستان سرنوشت داره وارد صحنه میشه. من همیشه این کارت رو حرف از سرنوشت میزنم. دوره‌ای از زندگی شما داره شروع میشه که برای شما داره سورپرایزهای بسیار خوبی میاره. تغییر و تحول بسیار خوبی در زندگی شما داره چی میشه؟ داره به وجود میاد. چرخ زندگی داره برای شما روان میشه و اینکه داره راه میره برای شما دوستان. توجه کنید دوستان، من باز هم دیگه کنید دوستان، اینجا یک کارت حرف از مسئولیت میزنه، حرف از مسئولیت میزنه و دو مرتبه کارت سوم حرف از مسئولیت میزنه. عزیزانی هستن که واقعا احساس میکنن زندگی احساسیشون مسدود شده. سه تا کارت داره حرف از این میزنه که اتفاق خاصی در زندگی من نمیافته، در زندگی احساسی من.
من نشستم و دست به سر گرفتم و منتظر این هستم که دست غیب بیاد. تازه دست غیبم که میاد این جام برای من میاره، من نمیبینمش اونقدر که در فکر و افکار و رویاهای خودم غرق هستم که بخوام موقعیتی که سر راه همم قرار بگیره بخوام ازش چیکار کنم، ازش استفاده کنم. دوستان خب دوستان در گذشته من دارم چی میبینم؟ در گذشته دارم میبینم عزیزانی بودم. تقریبا ببین دو کارتا خیلی جالب با هم دیگه همخوانی دارم. اینجا این کارت کارت مرگ افتاده، اینجا هم کارت مرگ افتاده. پس در گذشته نه چندان دور تغییر و تحول بسیار بزرگی در زندگی من، در زندگی احساسی من به وجود اومده. واقعا ریشه دار شاید از مرحله سختی گذشتم. شاید چیزی رو بهش خاتمه دادم. عزایی رو خاتمه دادم در زندگی. مسئله رو شاید باهاش بریدم در گذشته، یا اینکه در گذشته نزدیک من فکر به فکر این بودم که همچون کاری کنم. چون خانم امپراتریس افتاده ممکنه که من به فکر این هستم که تا این کار رو انجام بدم، این عذا رو تمام کنم، خاتمه بدم به یک مسئله سختی در زندگیم و تغییر و تحولی به وجود بیارم. چیزی که برای شما داره این حرف رو میزنه، بله این دوتا کار با هم دیگه حرف از این میزنه که ممکنه که یک سری از شما دوستان واقعا در عذای شخص احساسیتون باشه، مسئله خاتمه پیدا کرده در زندگی شما. ببینید من همیشه میگم یک نفر با یک شمشیر میمیره، ولی شما 10 تا شمشیر در تن خودتون دارید. 10 تا شمشیر دارین و عزایی دارین میگیرین. پس من با یک شمشیر میمیرم، با 10 تا شمشیر که دیگه حرفش زدنی نیستش، مردم جای دیگه دارم زنده میشم. پس مسئله در زندگی شما خاتمه پیدا کرده، به دردی در زندگی خودتون دارین خاتمه دادین. دوستان تصمیم گرفتیم برای چه خانم امپراتریس اینجا افتاده برای ما؟ برای که تصمیم گرفتم قدرتمند بشم، تصمیم گرفتم قدرتم رو به دست بیارم و حالم رو از این بدی در بیارم. خبر خوشم این هستش که چی؟ که من به یک عدد 10 من به آخر این دوره سخت رسیدم و از این به بعد هر چی برای من پیش بیاد خوب هست. آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب. پس خودم رو رها میکنم و به روی آب میام که نفس بکشم و چرخ سرنوشتم اینجا برای شما بسیار خوب و زیبا داره میگه که سرنوشتم داره چی میشه وارد صحنه میشه. برای یک سری از شما دوستان در عزایی که هستین، در جدایی که هستین، باز هم کار سرنوشت بوده. خب دوستان دارم میبینم پس اینجور که بهتون گفتم این مسئولیت احساسی شما متاسفانه بازم تاکید کرده. حالا خبر خوش در این مسئله این هستش که حالا اگر شخصی در مورد نظر دارین وگرنه اگر ندارین به طور کلی مسائل دور و بر شما داره شتاب میگیره. اگر شما شخصی در نظر دارین بدونید که اون شخص داره به سمت سوی شما میاد، مکالمه میخواد باهاتون انجام بده، فکراشو کرده و اینکه میخواد الان دیگه شتاب بسیار بسیار محکمی به زندگیش بده. در مورد رابطه با شما دوستان، در مورد رابطه شما بخواد به مسائل شتاب بده. همونجوری که گفتیم سرنوشت داره وارد صحنه میشه. اگر ممکنه که این مرحله سخت رو این دوتایی که بهتون گفتم ممکنه که باید شما میگذشتین تا اینکه شاید شما و اون شخص تلنگری بهتون میخورد و اینکه قدر شاید رابطتون میدونستین. برای یک سری از شما دوستان عزیزانی که شخصی در نظر ندارین ممکنه که کم کم دارین جان میگیرین و مسائل رو برای شما دارن شتاب میگیرن و یکی سرنوشت هم داره وارد صحنه میشه. دوستان توجه کنین اینجا برای من شروعی افتاده، نازنین شروعی با انگیزه. ببینید ممکنه که شما سر راه شما شخصی قرار بگیره که به سمت سوی اون شخص بسیار گرایش داره، تمایل دو جانبه هستش. واقعا انگیزه مسئله‌ای که در درون من هست، تمایل جسمی جنسی و اینکه ممکنه که در اون رابطه مسئله هستش که واقعا شما رو بهتون انگاری جون دوباره بده دوستان، انگاری که من یک جرقه در درون من به وجود بیاد. هر طرفی این شخص وقتی که من نگاش میکنم به سمتش جذب هستم، اونم به همین صورت با من هست. خب دوستان چیزی که شما واقعا ببینید اینجا داریم به این بلوغ احساسی میرسیم و یا این شخص چیزی که من میخوام این شاه جام هستش، این شخصی که به یک بلوغ احساسی رسیده، به یه بلوغ احساسی رسیده و اینکه مسائل قشنگ آرام انجام میشن، با سیاست انجام میدیم، اون چیزی که دلمون میگه انجام میدیم، ولی با یک بلوغ، نه اینکه بذاریم همه چیزو خراب کنیم. پس من فکر میکنم شما و شخص احساسی اگر در نظر دارین دوستان توجه کنید که به یک بلوغی توی این مسئله رسیدیم. اگر از یک گذشته سختی گذشتم، این گذشته سخت، این جدایی که بین من و اون شخص شاید وجود داشته، باعث شده که ما دو تا اینو قدر به یک بلوغ برسیم و اینکه بفهمیم تو زندگیمون چه خبر است و چه میخوایم. تا
توجه کنید اینجا چیزی که ما به چه سمتی میریم، به سمت عشق و احساس میریم، به سمت این ملکه جام داریم میریم. ببین جالب اینجاست که برای من یک زوج اینجا افتاده. خب پس خیلی جالب هستش که پس ما داریم به یک مسائل احساسی ما دارن جان میگیرن و ببینید از این حالت بد در میریم. پس عشق افتاده، محبت افتاده و اینکه از همدیگه محافظت میکنیم، کنار همدیگه هستیم. ببینید کنار شاه جام و ملکه جام در کنار همدیگه افتادن، پس یک زوج افتاده اینجا برای من. دوستان توجه کنیم، بسیار زیبا کارتی که دارم اینجا میبینم. مکالمه افتاده برای شما، مکالمه افتاده و باز هم جان دوباره گرفتن. ممکنه مسئله ای از گذشته به سمت شما بیاد، دوباره زنده بشه در شما. حرف از رستاخیز میزنه و حرف از این میزنه که من تصمیم باید بگم، تغییر تحول در زندگی من میاد. پس خبری به سمت شما میاد. این کارت هم کارت حرف از خبر برای من میزنه دوستان. پس خبری داره به سمت من میاد و من از این حالتی که به قول معروف خودم رو رها میکنم. خب من به سمت تغییر و تحول در زندگی من ایجاد میشه و من به سمت سوی یه افقهای دیگه دارم میرم، خودم رو رها میکنم، چیزی رو ترک میکنم و شروعی بسیار. ببینید دوتا آس برای شما افتاده دوستان، دوتا آس افتاده. پس ببینید دوتا دو بار به من میگه شروعی داریم، شروعی بسیار زیبا. این شروع در عمل خواهد بود و اینکه چرا دل من برای کسی تنگ شده یا کسی دلش برای من بسیار تنگ شده. اینجا این کارت این حرفا هم میزنه. پس خبری از اون شخصی که شاید ازش دلم واسش تن شده دارم و باهاش یک شروعی خواهم داشت بسیار زیبا و آهنی. چیزی ما شروع میکنیم، مسائل رو بذرش رو میکنیم دوستان. شانسی هستش که در خونه من داره میزنه اینجا. خب دوستان این بسیار خوب بود و زیبا بود این فال. من حالا یه سری از چیزها رو میخوام با تاروت روشن کنم. هدف از این فال این نیستش که من بشم دو ساعت برای شما صحبت کنم، یه سری چیزها رو روشن میکنم و اینکه بریم ببینیم چه خبر هست. اولا که چرا در این مسئولیت ببینید دو بار افتاد این کار. ببینید شما این شخص بسیار زیبا، جذاب، با جذبه هستین و شخصی هستین که شاید در حال حاضر بر روی این حالتی که من آیا من هنوز جاذبه دارم، آیا من هنوز زیبایی دارم، آیا من هنوز کسی به سمت من کشش و گرایشی داره، شاید در مورد این مسئله شما شک و تردید بهتون دست بده، ولی مسئله تحلیل میکنید دوستان. و یا اینکه عزیزانی هستین که میخواین دست به عمل بزنید، از این حالت مسدودیت که اینجا هستش خودتون رو در بیارین دوستان، ولی در حال حاضر دارین تجزیه تحلیل میکنین، مطالعه میکنین. من گذشته ای داشتم، ببین گذشته آنچنان آسانی نبوده، پس من مسائل چکار میکنم؟ سرسری و ولولکی باهاشون چکاره باهاشون رفتار نمیکنم دوستان. در مورد شخص مورد نظر ببینید برای چی داره اینقدر با شتاب میاد که مسائل چه دارن چه خبر هست. بله عزیزم، برای که این شخص عاشق شماست. اگر شخصی در نظر ده، خودش هم چیکار کرده؟ مخفی کرده، میترسه، یواشکی مخفی کرده. پس شاید در حال حاضر از این میترسه که شما رو از دست بده و اینکه واقعا دلش برای شما تنگ شده. ببین عشقی هستش که مخفی شده، احساسی هستش که شاید بیان نشده و اینکه ترس از این داره که چی هستش؟ ترس از این داره که شما در بریم، از دستش در بریم. بسیار خوب. خب من یه کارت دیگه، بله دوستان، باز هم کارت مکالمه، باز هم کارت شروع میزنه. چیزی که برای شما افتاده، شروعی خواهید داشت در مسئله احساسی و به صورت بهینه و به صورت با یک بلوغ کامل. خب برای نتیجه‌اش هم یک کارت من میکشم دوستان، چه خبر هست. کارتی که اینجا افتاد دوستان حرف از انتخاب میزنه، حرف از این میزنه که برای شما ممکنه که دوستان مسئله این باشه که شاید در حال حاضر مسائل احساسی دارن درست میشن، جلو میرن. این کارت دیگه از دستم افتاد، میذارمش کنار. مسائل احساسی دارن جلو میرن. برای شما ممکنه که یک بار با اینکه به خاطر این تجربه که من دارم و اینکه دارم اونجا در درون خودم نگاه میکنم به چه دلیل چرا، ممکنه که مقداری برای ما دوستان دوچار گم و گیجی بشیم، ندونیم چی درسته چی غلط هست. شاید یک سرابی باشه برای من داره میاد. خبر خوش این هستش که همه چیز داره چی میشه، داره جلو میره. در حال حاضر یک سری از شما دوستان ببینیم به این صورت هست، یعنی که من چشم
چشمم بسته احساس میکنم به دام و تله ای افتادم، نه راه پس دارم نه راه پیش دارم. همچنین گفتم دو تا سه تا چهار تا سه تا کارت که برای ما از این مسئولیت احساسی حرف میزد، اینجا من فکر میکنم مسئولیت دارم، نه راه پس دارم نه راه پیش دارم. ولی به چه سمت و سوی داریم این دوستان؟ ببینید به سمت و سوی این خوشنودی داریم میریم، به سمت سوی اینکه مسائل برای شما چی بشن، برای شما موضوع و میزان بشن دوستان. ولی که نگاه کنید دوستان، هنوز دارم میبینم که از این حالت شما در میان برای چه؟ برای که قدرت در کنار شما افتاده. پس من دارم بر روی مسائل قدرتمند میشم، قدرت میگیرم و به چه صورت میتونم؟ بسیار زیبا دوستان، این کارو بعد نشونتون میدادم، به این خوشبختی دارم میرسم دوستان. بسیار زیبا بود این به قول معروف این تاروت شما، این فال شما بسیار زیبا بود دوستان. با هم دیگه نگاه کنیم. اولا که فرشتگان عشق به شما میگن ایمان داشته باشین تا شرط درست بشه و حرف از حقیقت میزنه. حرف از این میزنه که این شرایطی که شما در اون وجود دارین، دارین به سر میبنین دوستان، نیاز و احتیاج به این داره که شما واقع بینانه باشین و ایمان داشته باشید مسائل جلو میره. کارت ماه برای شما دوستان، ببینید این کارت رو من بذارم که شما ببینید دوستان. کارت ما حرف از این میزنه که خودت رو همون جوری که هستی نشون بده. دلیل نداره که من بخوام از خودم یک شخص به این صورتی بخوام بسازم که واقعیت نداره. اون چیزی که هستم بیرون و درونم یکی باشه دوستان. بیرون و درون من باید یکی باشه اگر که بخوام موفق باشم. دلیل نداره که من شخص دیگه ای باشم، یک هنرپیشه باشم در زندگی احساسی. خب دوستان، این فال شما بود. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. روز روزگار خوش و تا فال دیگه. خدا نگهدار عزیزان.